رگای لنفی جمع میشن، بهتون میگم چیکار، اینا همه جمع میشن، جمع میشن همشون، در نهایت وارد مجرای لنفی میشن. مجرای لنفی دو تا داریم، چپ و راست، که وارد سیارگ زیر ترقوه میشن، بعد از سیارگ زیر ترقوه در نهایت میزن به بوسگ زبرین، این لنفه میزه اینجا و وارد خون میشه. حالا بحث ما چیه؟ بر هر دانش آموزی، بر هر دانش آموزی لازمه که اینجا این تیکه رو یاد بگیره، چون سوال امسال میاد. به این بچه ها من گفتم که تا زمانی که آب داخل رگه بشینن پلاسما، با فشار خون میاد، با فشار خون میاد، بشینن آب میان بافتیم، بشینن آب میان بافتیم. بهش میگن آب میان بافتی. 90% برمیگرده. مهمترین عامل هم پروتینه. هر چی پروتین داخل رگ بیشتر باشه، آلبوم بیشتر باشه، فشار اسموزی بیشتره، آب میکشه تو خودش. 10% به رگای لنفی میرسه. اگه آب اینجا جمع بشه بهش میگن خیز. خیز یا ادم یا ورم یا تورم. به این بچه چه عواملی باعث میشن؟ که آب اینجا جمع بشه؟ بر هر دانش آموزی، چه پیر، چه جوان، چه فروردینی، چه اردیبهشتی، چه اسفندی، لازمه که علل خیز، یعنی تجمع آب میان بافتی یا جمع شدن آب میان بافتی یا ورم یا ادم رو یاد بگیره. به این وقتی آب اینجا جمع میشه، یا ورودیت زیاده یا بیش از حد داره میاد یا کمتر برمیگرده که اینجا جمع میشه. ببین، یا ورودیت زیاده یا خروجیت کمه که آب اینجا جمع میشه. پس تو اگر اینو متوجه بشی که چرا باعث، چه عوامل باعث خیز میشن، میگه یا ورودیت. ورودیت علتش فشار خونه. هرچی فشار تراوشی بیشتر باشه، هرچی فشار تراوشی بیشتر باشه، خب مشخص آب بیشتری میاد دیگه. خب اینجا اگه بمونه، خروجش هم کم باشه، خیز میده. یکی از علل فشار تراوشی زیاد که پلاسما میاد بیرون، بچه ها، نمک. نمک، همه دنیا میدونن که آقا نمک باعث افزایش فشار خون میشه. افزایش فشار چیه؟ خون میشه. الان میگم چرا. فشار تراوشی رو میبره بالا، نمک اضافه میاد تو باف، هی نمک آبو میکشه تو خودش. یه هورمونی هست بچه ها به نام آلدسترون. پس یکی از علل خیز، یکی از علل خیز افزایش سدیمه. نتیجهش افزایش چی میده؟ فشار تراوشی میده. نتیجهش خیز میده. کدوم هورمون سدیم رو میاره بالا؟ آلدسترون. بچه ها، آلدسترون از قده فوق کلیوی ترشح میشه. پس بچه ها، پرکاری قشر فوق کلیوی، پرکاری قده فوق کلیوی، آلدسترون باز جذب نمک رو تو کلیه زیاد میکنه. پس هر احد و ناسی که پرکاری قشر فوق کلیوی داره، آلدسترونش بالا باشه بازجذب سدیم زیاد میشه. بازجذب سدیم که زیاد بشه، افزایش بازجذب آبم داریم، حجم خون زیاد میشه. وقتی سد نمک جذب بشه از کلیه ها، بازجذب بشه، بازجذب آبم زیاد میشه، فشار، حجم خون زیاد میشه. وقتی حجم خون بره بالا، فشار تراوشی زیاد میشه. از یک طرف نمک اضافه میاد تو بافتا، هی آبو میکشه تو خودش. بچه ها، یک کین آلدسترون میبره، یه آنزیمی از کلیه ترشح میشه، برن رنین.
به نام رنی. اگر بچه ها شما کسی اگر کسی کلیش رنین بیش از حد بسازه، یه آنزیمیه، این رگ لنفی اینجا بکشم که بتونم این اضافه کنم. پس بچه ها افزایش رنین از کلیه، افزایش رنین از کلیه یه آنزیمیه در کلیه ترشح میشه، پرکاری قشر فوق کلیوی میده، آلدسترون میره بالا،